سلام دوستان نهایت عزیز خوش آمدین به درس 13 هم اساسات کامپیوتر مرامین عزیزی هستم از چینل یوتیوب تگاب به این ویدیو قرار است ما شما بالای اپتیکل درایو ها بس بکنیم سی دی روم دی وی دی روم سی دی رایتر دی وی دی رایتر بی دی روم چی است ان شاء الله تمام این ویدیو بس کنیم میریم بالای خب دوستان اپتیکل درایو ها و کدام درایو ها گفته میشه ابتدا تمام موضوعات ما شما که میخوانی ارتباط به هاردویر میگیره که در ویدیو قبل ما شما بالای اپتیکل استوریج device ها کار کرده بودیم و حال میریم بالای اپتیکل درایو ها اپتیکل درایو چی اس The place of optical disk جای دیسک درایو میگه این یک درایو اس درایو که مربوط به دسکتاپ میشه و در این قسمت ما شما میگذاریم و با واسطه از امی درایو از دسک استفاده میکنیم و این هم اکسترنال هاردس سی دی درایو است یا اکسترنال درایو است که بواسطه واسطه از هم میتونیم ما شما دسکار استفاده بکنیم البته بیشتر در لپتاپ هایی که جای اپتیکل درایو نداره میتونیم ازی کار بگیریم یا در تمام کامپیوترهای دیگه که چی دسکتاپ باشه چی لپتاپ باش از اکسترنال اپتیکل درایو ها میتونیم کار بگیریم اما این درایو کس فقط برای دسکتاپ ها هست و معمولا ما میتونیم داخل خود سیستم باکس یا سی پی یو از استفاده بکنیم خب دوستان انواع مختلف درایو داریم مثل سی دی روم یا سی دی درایو سی دی روم کس دوستان یک کار انجام میته تنها سی دی را رید میکنه رایت کردن نمیتونه تنها سی دی را رید میکنه نو دیگه درایو ما شما هست سی دی رایتر درایو این سی دی رایتر درایف که از دوستا دو کار انجام میده یکی سی دی را رید میکنه دیگه سی دی را رایت میکنه دی را وی و نمشناسه و نمیتونه رید یا رایت بکنه تنها سی دی را رید و رایت میکنه نو دیگه درایف ما شما که از دی روم یا دی وی است این دی روم هم دوستا دو کار انجام میده دی وی دی را رید میکنه و سی دی را رید میکنه چیز رایت کردن نمیتونه نه سی دی را رایت کردن میتونه نه دی وی را فقط رید کرده میتونه رید آنلی میموری است و این نوعی از دی وی دی روم است که فقط میتونه دسکار را رید بکنه نوی دیگه درایف کاس کامبو درایف کامبو درایف کاس دوستا سه کار انجام میده سی دی را رید میکنه سی دی را رایت هم کرده میتونه و دی وی دی را رید میکنه در درس گذشته که ما شما انواع دسک ها را خوانده بودیم اپتیکل دسک ها را ما شما در سی سه قسم داشتیم سی دی بود سی دی آر بود و سی دی آر دبلیو بود که این کامبو میتونه از CD و سی دی آر و CD سی دی آر استفاده بکنه و در نوع دی که بود دی بود دی, 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 دی آر و دی وی فقط میتونه از دیویدیش استفاده بکنه از دیویدی ها رو دیویدی نمیتونه استفاده بکنه یعنی دیتا رو نمیتونه در دیویدی رایت بکنه تنها از دیتا رو از دیویدی رید کرده میتونه دوستان نو دیگه درایف ما شما که هست سوپر کامبو است یا دیویدی رایتر ملتی درایف هم برش گفته میتونه این سوپر کامبو که از شکل ظاهریش به این شکل است ببینین که اینجا گفته دیویدی ریکاردر یا آر دبلیو دیویدی و کمپکت دسک هم ری رایتیبل یا ری re ریکاردیبل یعنی هم سی دی را رید میکنه هم سی دی را رایت میکنه و هم دی وی را رید میکنه و هم دی رایت میکنه چهار کار را بر ما انجام میده دی رو دی وی دی رایتر ببخش نو دیگه درایف هست که فیلی در کمپیوترهای جدید میایه با نام بی روم یا بی دی درایف این بی دی درایف دوستا تقریبا شش کار بر ما انجام میده سی دی هم رید میکنه هم رایت دی وی دی هم رید و هم رایت دی بی دی هم رید و هم رایت ببینید دوستا این بلوری دسکه هم سپور داره و دی وی دی هم رید و رایت میکنه و سی دی را هم رید و رایت میکنه دوستا ما میتونیم که از این درایو ها استفاده بکنیم و معمولا کامپیوترهای جنریشن های فیلی کامپیوترهای مدلای های نو میتونه که این درایوار سپورت داشته باشه و در کمپیوتر که قبلی بود سابقه بود اولد بود بیشتر سی دی روم سی دی رایتر دی روم یا استفاده میشد کمپیوتر های امروزی ما حداقل یا سوپر کامبو یا بی دی درایف می باشه اگر از دی وی روم و سی دی روم یا هم جای دیدین بفهمین که کدام فنکشن ها را داره و چه کارا را بر ما انجام میده این از در مجموع اپتیکل درایوها که ما و شما بالایش بس کردیم موفق و کامگار باشیم